مسئولان پیشین اداره مال فهرات در فساد گسترده مالی در 4 ولسوالی این ولایت دخیلند. مسئولان اداره معارف این ولایت با ابراز این مطلب میگویند همه تخطی های اداری و مسائل آلوده به فساد در زمان ریاست مسئول پیشین این اداره رخ داده است. در همین حال شورای ولایتی هرات تاکید میکند که باید عاملان فساد مالی و اداری در معارف به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شوند. رسول عظیمی گزارش میدهد. پس از نشر گزارش موجودیت فساد گسترده مالی و اداری در معارف 4 ولسوالی ولایت هرات، حالا اما شورای ولایتی و آگاهان سیاسی در این ولایت با ابراز تأسف از کارکرد مسئولان پیشین اداره معارف بر پیگیری جدی این مسئله از سوی ارگانهای عدلی و قضایی تاکید می کنند. به تازگی سندهایی که به آریانا نیوز رسیده حکایت از فساد گسترده مالی و اداری در معارف ولسوالی های ادرسکن، فرسی، اوبه و چشت ولایت هرات دارد. تبدیلی های گروهی معلمین، پرداخت معاشات قبلی بدون هیئت موظف، عدم پرداخت حق و زحمه اداری و تدریسی به مستحقین آن و موجودیت معلمین عوضی در ولسوالی های نام برده از مهمترین موارد فساد در این ولسوالی ها خوانده می شود. اگر رئیس قبلی نکرده، پس این همه فساد که صورت گرفته کی بود عاملش؟ بنابراین باید عوامل اصلی فساد مشخص شود و از طریق نهادهای عدلی و در چوکات قانون مجازات شود. هر کسی چی در ردای بالا باشه چی در ردای پایین تخلفی را انجام داده باشه و حق رضایت کرده باشه، مسلما باید پنجه قانون سپرده شود و قانون واضحا تصریح شده که چه باید بکنه. فلزا قابل اهمال نیست. هر کسی که عمل جرمی را انجام داده باشه باید پنجه قانون سپرده. موجودیت معلمین و پرسنل خیالی، خدمتی و عوضی، سهل‌انگاری در نظارت و عدم ارزیابی دقیق کارمندان رسمی و اجیر، جابجایی و توظیف خودسرانه معلمین و ده‌ها مورد دیگر در بدنه این گزارش جای دارد. مسئولان اداره معارف هرات با تایید دقت یافته‌های این گزارش از ارتکاب این شمار جرایم در سالهای گذشته سخن میگویند. سالن ولیس که باید ایره پخته تر بسازه، جوانی بیار روشن بسازه، افرادی که مستقیما دخیل در این جرم هستند، کسانی که به صورت غیر مستقیم، شبکه‌ای که ممکنه در این ارتباط وجود داشته باشه، اینا رو شناسایی بکنه. او میگوید فسادهایی از این قبیل در معارف ولسوالی های ناامن چون شندند، گلران، رباتسنگی و کشک کهنه هرات هم وجود دارد. در بخشی از این گزارش آمده است که از معارف ولسوالی چشت هرات مشمولین تنظیم های غیر مسئول و حتی افرادی که از معلم بودن خیش اطلاع ندارند هم معاش دریافت کرده اند. مطابق به قوانین کشور او را مجازات بکنه و دیگر نگذارن که هنوز هم در ریاست معارف حضور داشته باشند و این همه کارشکنی ها و بدنامی های از اینا تداوم داشته باشه. این در حالی است که با گذشت بیشتر از 2 ماه از تهیه و سپردن این گزارش به اداره معارف هرات تا هنوز تنها آمرین معارف 2 ولسوالی تحت پیگرد قرار گرفته اند.